سلام. سلام، ببخشید، منزل آقای سالار اینجاست؟ نه خیر، مجتمع مهتاب همینه دیگه، درسته؟ بله، ولی منزل سالار اینجا نیست. حتما آدرس رو به من اشتباه دادن. بهتون گفتن کدوم واحد؟ من سعادت آباد، نسیم شمالی، مجتمع مهتاب، واحد 6، منزل آقای سالار عقد دخترشونه. ولی ما اینجا سالار نداریم. داری؟ آدرستون اشتباه، ما اینجا سالار نداریم. درست، ولی مجتمع مهتاب که هست. بله بله، مجتمع مهتاب همینجاست، ولی من همه آدم های این ساختمون رو میشناسم. خب بهشون زنگ بزنید. بله، فکر خوبیه. جواب میدن که جواب نمیدن که الان اینقدر اونجا شلوغه که کسی به تلفن اهمیت نمیده. ببخشید، من روز جمعه ایم مزاحم شما شدم. خواهش میکنم. آخه همسر من همیشه میگه که روزای جمعه باید در خدمت خانواده بود. اتفاقا همسر منم همیشه همینو میگه. جدا؟ برای همین ما زنا همیشه میگیم مرد و عین همه. من واقعا معذرت میخوام مزاحم شما شدم. خواهش میکنم. یه سوپر سر کوچه است، از اونم میتونیم بپرسیم، شاید بتونه راهنماییتون کنه. بله، حالا خوب راننده رو من مرخص نکردم، وگرنه که من پیداش میکنم. به این راحتی ها از میدون به در نمیشم. مگه تو نسیم مجتمع مهتاب دیگه ای هم هست؟ چه میدونم؟ چرا؟ چی شده مگه؟ چی مخواستی بشه؟ منو بدبخت کرده، خودش داره با زن و بچهش راحت زندگیشو میکنه. بگو ببینم چی شد؟ وای، تمام تنم داره میلرزه. به قول مامانم تا خودت نلرزی نمیتونی کسی رو بلرزونی. ببین اون الان چه حالیه، تیر خورده دقیقا وسط پیشونیش. زودوش بریم، من میترسم بیاد پایین. اولا که همچه غلطی نمی کنه، بعدش هم این چه وضعیه؟ اگه قرار اینطوری بشی اصلا نباید این بازی رو شروع می کردی. وای فرنک، بریم، من حالم بده. امروز مثلا اومدی در خونه من که منو بترسونی؟ برو بیرون از خونه من. اول پانو میفرستم اون دنیا، بعدا میرم بیرون.
بهت گفته بودم اگه دوره بر زن بچه من به پلکی میکشمت. به ترشم فکر نمیکنم. نگفتم؟ بکش. بکش. من اصلا وایستادم برای که منو بکشی. اصلا برای همین اومدم دم در خونت. فهمیدی؟ ببین من که دیگه روی برگشتن پیش خانوادمو ندارم. این زندگی هم که تو برای من ساختی از صد تا مردن بدتره. حداقل انقدر مرد باش که منو بکشی. بکشی حالا. بکش دیگه، حرفشو زدی، بکش منو. کارو تموم کن. بابا تو که مرد نیستی جست مردا رو نگیر. خفه کی بود؟ به تو چه؟ برو از خونه من بیرون. همه آتشخاله‌ای که گفته بودی رو خریدم. مگه نشیدی چی گفتم؟ گم شو برو از خونه من بیرون. صدا رو خبر کنم سر. پس معلمش تویی. تن لشتو ببر از این خونه بیرون. سحر به معلم احتیاجی نداره. یاری گور خودتو میکنی سحر خانم. آره دارم یه گور میکنم. ولی هنوز معلومی است کی قراره توش بخوابه. بهتر شما تشریفتونو ببرین. اگه حرفی هم برای زدن باشه باید خونه شما زده بشه. نه اینجا. این همونیه که تا نصف شب پیشش میموندی؟ جور بی‌مسئولیتی تو رو میکشید. دوتایی نشستین عقلاتون رو گذاشتین رو همدیگه، فکر کردین که چیکار کنین که بتونین فانی رو 250 میلیون تومن دیگ بذاریم. هنوز من نشناختی سحر خانم. آخ که شناختمت فرهاد. فقط حیف که دیر شناختم. حالا میخوام بهت نشون بدم که تو منو نشناختی. من که این پول رو ندارم بدم. ولی اگه داشتم هم نمیدادم. میدونین چرا؟ واسه اینکه غیرتم قبول نمیکرد به زن جماعت باج بدم. چه یکی، چه دوتا. غیرت؟ تو حرف از غیرت نزن. تو اگه یه جو غیرت داشتی پیروز هرچی از دهن در میومد به من نمیگفتی، هرچی که لایق خودت بود. جواب های هویه. مزخرف گفتی؟ مزخرف شنیدی؟ ولی اگه من جای شما بودم پولو میدادم و آبروی خودم رو میخریدم. تمام اون دوستت دارم ها و واسه میمیرم ها، واسه این بود که کارو به اینجا بکشونی ها؟ من کارو به اینجا کشوندم یا تو؟ تمام مدتم واسه همین با آماندی. از اول واسه پولم نقشه کشیده بودی؟ ها؟ تو چی؟ تو فقط اومدی طرف من که آخرش یه عالم بهم تهمت بزنی، بچم بری سراغ زن بچت باشون خوش باشی؟ وقتی یه مرد غریبه رو بدون اجازه من راه میدی تو خونه، خب بهم حق بده قاطی کنم، جوش بیارم، نفهمم چی دارم میگم. سرکول حرفاشو نخوری ها. این میخواد با این حرفا کارو برسونه به آشتی و برای خودش یه فرصت بخره تا بتونه بدون هزینه سر تو رو بکوبه به تاقو دکت کنه. خانم شما تو زندگی ما دخالت نکن لطفا. پاشو گم شو خونه ما، برو بیرون. دیدی چی شد؟ تا پای پول اومد وسط دوباره شدی شریک زندگیش و اینجام شد خونتون. سحر به این بگو بره بیرون. توی که باید گمشی از خونه من بری بیرون. برای همیشه. فقط قبلش باید بهم بگی کی پولمو میدی. اگه نه پیش از تو خودمو میرسونم خونتو، کارتو یه سره میکنم. اگه اینجوری میخوای حرفی نیست. فقط شک نکن این پولا گلوت پایین نمیره. پولو کی میدی؟ هر وقت داشتم. همین فردا. من 250 میلیون تومن پول از کجا بیارم؟ تو که وضع اوضاع زندگی منو میدونی. وضع اوضاع زندگی تو به من ربطی نداره. به شایسته جون ربط داره. من پولمو فردا میخوام. هر وقت داشتم بهت خبر میدم.
یه وقت گوله این ندارم ندارم هاشو نخوری یا این برای اینکه تو رو بپیچونه و بهت پول نده داره این ادابازی ها رو در میاره. چی شد؟ تا حرف این شد که میخواد حق و حساب تو رو بده یهو شد ندار و بدبخت. این پول داره، خیلی هم پول داره سر. مگه خودش چند وقت پیش بهت نگفته بود که قراره برای شایسته جون یه ماشین شاسی بلند بخره؟ خیلی وقت ازش خواسته. خودت برام تعریف کردی، یادت نیست؟ پس پاتو بذار رو خرخرش و انقدر فشار بده تا حق تو تا آخر ازش بگیری. بهش فرصت فکر کردن نده، ولی این جونور یه راهی پیدا میکنه که بهت پول تو نده. من اگه جای تو بودم این پولو میرم ازش میگیرم، باشی ماشین شاسی بلند میخریدم و میرفتم جلوش انقدر ویراژ میدادم تا بفهمه یه مماز چقدر کره میده. سلام علیکم. بفرمایید. من با آقای آرش کمالی کار دارم. بفرمایید. مرد حساب من از تو اتاق کشوندی آوردی اینجا که قیمت رو بذاری؟ من برادرزاده رفیقتونم حمید فرهمند. به من گفتن شما میدونین کجاست. برو داداش برو، خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه. من چه میدونم حمید کجا؟ آقای مصطفی دانشور به من گفته بودن که شما تازه از زندان آزاد شدین، بعد گفتن شما میدونی اما حمید کجاست. اینا نظره دارن میرخصن. وای با حالی که یه چیزی ببینم. بیا تو بابا. میگم این مصطفی دانشور رو کجا پیدا کردی؟ هنو همونجا تو سرا همین حضوره؟ بله. بیا تو، بیا. از چی داریم دنبالش میگردیم؟ ایرادی داره؟ نه، میگم آج فرامند هنوز زنده است؟ بله زنده است. با کفش اومدی؟ آخ معذرت میخوام، دیدم شما هم با دمپاییم الان میرم درش میرم. نه دیگه گذشت، بلش کن. میگم پس صحبت ارث و میراث نیست؟ نه. حالا چی شده بعد این همه سال افتادیم دنبالش داریم میگردیم که چی بشه؟ راستش ما خیلی وقت دنبالشیم، فقط نمیدونیم چرا خودش از ما قایم میکنه. خب شاید دلش نمیخواد شما رو ببینه برادر. یه چای بیارم. اینو کی داد دست من؟ سرمه زر خواست فرار کنم. برو. میگم که این حاج نعمت به گردن من خیلی حق داره آقا، خیلی به من لطف کرده میدونی؟ اصلا دلم نمیخواد یه ذره ناراحتیشو ببینم. یعنی اوضاع عمو حمید اینقدر بده که اگه حاج نعمت ببینتش ناراحت میشه؟ نمیدونم، من همینجوری گفتم، مثلا خیلی وقتی ندیدمش. این مصطفی دانشور میگفت عمو حمید معتاد شده، راست میگه؟ مصطفی غلط کرده، مگه خودش دیده که همین چیزی بکشه؟ آخه حرف شما هم داره همینو میگه. نه من به اون لحاظ نمیگم،
من میگم این حمید از همه شاکی بود، از همه ناراحت بود، خصوصا از اون عمش. عمه سریا؟ آها آره، عمه سریا از اون بیشتر از همه ناراحت بود. البته حق هم داشته، چون سریا هم زن خوبی نبود. من یه دفعه رفتم سراغش، دیدمش، خیلی بدخلق و پرمدعا. ببین، نه این که من آدم حساب نکنه، نه، اصلا هیچکی آدم حساب نمیکرد. اما همین دیگه چرا با عمه سریا مشکل داشت؟ آخه بد موقعی پولشو خواست، اول آورد به زور پولشو داد به همین. پولشو؟ آره دیگه، این اصلا یعنی التماس میکرد که این پول حمید بگیره. اصلا داستان پول نبود که، میخواست زیر پای حاجی رو خالی کنه، بعد یواش یواش حمید رو از خانوادش بکنه و بیاره زیر بلیط خودش. بعد یهو پاشو گذاشت تو خرخره حمید که پول منو بده. بذار من یه بالش بیارم. بذار پشت. پس پر زحمت شده؟ نه بابا چاکرتم، این حرفا چیه؟ بالاخره هر چیزی هم قانون خودشه داره، همینجوری که نی. حمید هم بند خدا اون موقع که عمه پولش خواست دستبالش خیلی خالی بود، گفت چیکار کنم؟ تنها کاری که تونست بکنه زن و بچه رو برداشت و خودش رو گم و گور کرد، رفت اون بالا شهر، نمیدونم کجا، اونجا یه خونه گرفت واسه خودش. ولی اونجا هم نمونده، از اونجا هم رفته. آره آمارشو دارم، سراتش دو سه سال بیشتر نشد، بعد برگشت اومد همینجا. کجا؟ آدرسشو بلدی؟ اول رفت سراغ عمش، اما این دفعه زودتر زد بیرون. چرا مگه دوباره با هم دعوا کردن؟ بابا عمش بهش گفته بود که داشت حق منو خورده، حق تو رو خورده، خلاصه حق همه رو خورده، واسه بری ازش بگیری. گفتم که زن خوبه نبود، میخواست این دوتا داشت تو روی هم وایسونه. همون موقع بود که بد دعواش میشده، خیلی نافو. سر چی؟ با چی دیگه؟ همه بهش میگه که من واسه اینکه بتونم حقم از محسن بگیرم، خونه حاجی رو آتیش زده و انداخته گردن بچه های داشتش. سر همی حرف هم دست زن و بچهشی گرفت و بلند شد دوباره رفت جاشو عوض کردی، رفت توی خیابون دشتی، اونجا دوباره یه اتاق گرفت. بعدم لش کرد، گفت پول عمه من بهش پس نمیدم. به من گفت چرا؟ گفت واسه دروغی که انداخته گردن بچه های داشتم پولشو مصادره کردم. چیه؟ تو این موضوع میدونستی؟ نه نمیدونستم، ولی شما هم دیگه به کسی نگو. نه بابا چی کار دارم بگم، داستان مال 15 سال پیشه، بعدش هم اصلا به من ربطی نداره که. اینجوری هم من رو نگاه نکن، من خدایش دهنم خیلی قرصه. مطمئنه. همون موقع حمید بهم گفت، گفت اگه حاجی بفهمه خون را میفته، میگه اگه بفهمه سریا رو میکشه. چایی تو بخور، بخور من برم یه میوه بیارم. از فوق زحمت شدیم، ببخشید تو رو خدا. بابا چاکرتم. حمید میگفت این پولی که از عمم گرفتم حق مهدیه. مهدی برادرزادش بود دیگه، خیلی دوستش داشت. میگفت من اون موقع نمیدونستم، میگفت اگه میدونستم که حساب عمه رو میرسیدم. آره. بذار یه چای دیگه واسه. نه دیگه بسمه، ممنون، میل ندارم. نه بابا دوست داشتی که خوردی دیگه، نشستیم داریم حرف میزنیم، بالاخره همینجوری خشک و خالی که نمیشه. یه چای دیگه واسه میارم، گیشلمه بزنی حال کنی. میگم اما موقعی که رسیدی همینجوری یه چیزی تو ذهنم داره میچرخه، میگم خدایا من میخواستم چی بپرسم از این جوان. دست مادر. تازه الان یادم افتاده، شما اسم چی بود؟ مهدی. مهدی؟ الان میگی؟ من یه ساعت میگم برادرزاده شد و برادرزادش دوست هست، پس شما هم آقا مهدی هستی. حمید خیلی دوست داشت. از تو خدا اگه آدرسی ازش دارین به من بدین، من حتما باید پیداش بکنم. خب زن و بچهش رو پیدا کنیم، اونا الان بیشتر به کمک نیاز دارن. ببین آقا مهدی، من مدیون حاجیم، من وقتی نبودم برای ننم مقرری تعیین کرده بود، هر دو ماهی سه ماهی یه بار یه پولی بهشون میداد. آبجی میمد زندان بهم میگفت، منم بهش گفتم آبجی با همین پولا واسه خود یه جهازی سرهم کن و برو خونه خودت. اونم همین کارو کرد، خدا بیامرزدش.
ننم قبل اینکه بمیره خوه عروسی آبجیمو دید، خدا رو شکر. من نمیدونم باید چی کار کنم. من هر جا که به ذهنم میرسید، به فکرم میرسید، رفتم سر زدم ولی هیچ جا نیستن. مدرسه دخترشو پیدا کن. ببین دخترشو پیدا کنی انگار ننه رو پیدا کردی. مدرسه دخترشو؟ آره. چای تو بخور تا واسط بگم. من اینو تو زندون یاد گرفتم از همبندیام. ببین میومدن زندان، زنه بنده خدا واسه اینکه از شر شوهر راحت شه میرفت خوشو گم و گور میکرد، بعد اینا هم ناکسا میرفتن سراغ مدرسه بچه ها. اون وقت طریق بچه ها میرسیدن به ننهه، دوباره رو سر ننهه آوار میشدن. جلل خالق این انسان دو پا که جهان نمی کنه. سر چو؟ نه 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 خوبه. اگه با من کار نداری من اگه با عزتون رفت زحمت کنم. نه امیدی کار دارم چیزه. راستش میخواستم یه چیزی بگم بین خودمون دوتا بمونه. میمونه؟ بگو میمونه. میمونه. ببین امیدی حاجی بیگردن من خیلی حق داره. راستش موقعی که مامورا ریختن تو اتاق حمید آقا و مواد رو پیدا کردن، من گردن گرفتم، گفتم مواد مال منه که حمیدو نبرن زندون. چیزه، البته تو این سالا جبران کرد. میگم اگه داری یه خورده پول من بده، من دوره برم یه خورده مرتب کنم. ببین آبجی میخواد با شوهرش بیاد اینجا، خیلی زایه میشه. نگاه کن چقدر اینجا به هم ریخته است. من نوکرتم، برم سر کار بهت میدم. ببینم مگه تو نگفتی اما حمید معتاد نیست؟ من کی گفتم؟ من گفتم از کجا معلومه که حمید هنوز داره مصرف میکنه؟ از کجا معلومه که هنوز معتاده؟ من اینو گفتم، من منظورم این بود. ببین آقا مهدی، من هنوز به اونجا نرسیدم که بخوام آدم فروشی کنم. میدونی اگه به مامورا گفتم مواد مال منه، برای اینکه حمید آقایی رو در حق من تموم کرده. یعنی حاج نعمت حالا به خاطر اینکه تو جرم حمید گردن گرفتی ماهانه به خانوادت کمک میکرد؟ نه آقا مهدی، یه وقت نری بهش بگی ها. بابا حاجی بنده خدا از سر خیرخواهی این کارا رو میکرد. این موضوع فقط بین من و حمید بود و بس، هیچکی نمیدونست. آقا مهدی بیا. آقا مهدی از من میشنوی سراغ حمید نرو. الان دیدن حمید کسی رو خوشحال نمی کنه. به قول ننم حاجی آفتاب لب بومه. بذار فکر کنه بچهش خوشحاله، خوبه، داره بالا شهر زندگی میکنه. خب اینجوری بمیره که بهتره. بهتر نیست؟ نه نیست. من هر جوری شده باید اما حمید رو پیدا کنم برش کنم. آقا مهدی ببین، حمید آخر سریا کارتون خواب شده بود. اون دیگه به اینجور زندگی عادت کرده. چجوری میخوای برش گردونی؟ مگه تو زندان نبودی؟ مگه حبس نبودی؟ این چیزا از کجا میدونی؟ سه چهار تا رفیقام اومدن زندان، گفتن زیر پل دیدنش که با یه سری داره مصرف میکنه. واسه همین آقا مهدی میگم نرو. تو جوونی، هر چی میشنوی رد میکنی. اما من فکر اون حاجی هم که وقتی نبودم دست مادر و خواهرمو گرفت. آقا مهدی اگه حاجی حمیدو اینجوری ببینه سکته میکنه. سلام. سلام. چی شده؟ هیچ. راستی احمد کار داشت فرستادمش رفت. تو کجا بودی؟ چیزی شده؟ نه سر حال نیستم. خب چه نمیدی تو؟ اونجا بهترم. داداش راستی سعید زنگ زد گفت معماریان اومده بونگا چکاشو بخواد. غلط کرد. هم معماریان هم سعید بهش زنگ میزنه میگه تا قرون آخر خسارتم ازشون میگم بعد چک تحویل میدم. خیلی خوب، ولی چرا اینجوری جوش میاری؟ جوش میارم. 10 دفعه من به تو نگفتم مهران این آدم قیافش ریختش به این نمیاد که بتونه پول منو بده. تو گفتی نه خوبه. اشتباه کردم. به همین راحتی کارگاه رو 2 دفعه است با قولنامه بی پول به 2 نفر میفروشم، کسی بشنفه فکر کنه من خولم. خیلی خوب.
ببین فانی چند بار به من زنگ زده. اسمسشو بخون ببین چی برای من نوشته. حالا میخوای بری؟ چی کار کنم؟ نرم. خدایش تو فقط واسه من قاطی میکنی، ولی اصل زر این یارو فانی به ما زده. الان دست پیش میگیره پس نیافته. اصلا بیخود کرده هم چه اسمسی داده؟ چیکار کنم؟ نرم کار به شکایت و دادگاه آبروریزی بکشه؟ بکشه. ما که عبایی نداریم. از چی میترسی؟ تو خودتو زدی به خواب. واقعا خوابی مهران. بعد اون وقت 10 سال بودم تا بتونم ملک خودم رو آزاد بکنم. فردا منم باهات میام. نمیخوام کسی با میاد. پا میشه میای اونجا یه چیزی میگی یارو جوش میره کار بدتر میشه. باز حداقل این فانی 200 تومن داد دست ما. این رفیق تو چی کار کرد؟ هنوز منو رو ندوزید چا واسش کنده. اصلا ببینم این واسه چی از بانک آدم آورد این ملکو ببینه؟ چه میدونم. زنگ میزنی به سعید میگی. بهش میگی داداش من گفته تا قرون آخر خسارتو میگیرم تا این مردی که آدم بشه که دیگه دفعه آخرش باشه بدون پول بیاد رو ملک مردم معامله بکنه. این آقای شکری با تماس نگرفت؟ نه تماس نگرفت. اون که بیکار نیست وایسه ببینه ما تصمیم داریم چی کار بکنیم، ملک بفروشیم و نفروشیم. این همه ملک خالی تو این شهر. میره پولش یه جای دیگه سرمایه‌گذاری میکنه، حتما یه جای دیگه رو خریده. آقا قامت نباشه، اصلا با هم دیگه پا میشیم میریم بونگا سعیدینا، بچه زبر و زرنگه، بهش میسپاریم. یه هفته نشده واسه اینجا مشتری پیدا میکنه. ببینم من سعیدو میشناسم ها؟ تو سعیدو میشناسی؟ بهش میگی تا خسارت تو قولنامه پرداخت نشه از نظر من قولنامه به قوت خودش باقیه. الو الو سلام. سلام چطوری سیاوش؟ خوبم. آقا من قضیه چک کردم مهدی گفتم بعد جور شاکی شد. ای بابا چه کار به زورم شده ازش بگیر مهران. چی رو ازش به زور بگیرم؟ چه جوری بگیرم؟ به زور که نمیشه که. نه کی گیر نیفتم مهران. آقا من اصلا اولم به تو گفتم این جور کارا این جور گیر و گرفتارم داره دیگه. آره اما فقط دست من. خب سیاوش تو بعد بد... الو الو ای عجب. لا اله الا الله. الو. بله. سلام آقای معماریان، خوب هستی؟ ممنونم. آقای معماریان، مهدی بد جور عصبانی شده، امکان داره بهتون زنگ بزنه. فقط زنگ زد خواهشاً جواب تلفنش رو ندید. شده که عصبانیه؟ نه نه چیزی نشد. نکنه رو چه که من اقدام کنه. نه نگران نشین، میگم چیزی نشد دیگه. این دسته گل شما هاسا، بعدا من چک دست کسی نمیدم. من ماریان شما کسی هاش چک دارین که؟ چکای منو بگیر پسر وگرنه بعد جوری ضرر میکنی. باشه من دوباره باهاش حرف میزنم، فقط خواهشن اگه زنگ زد شما تلفنشو جواب ندین. اینو حلش کن. باشه من حلش میکنم، شما نگران نباشی. ببین اگه حسابم خراب بشه دیگه رو وامتون حساب نکنید. باش منتظرم. اما چش خدا حافظ. بیدار بودم، منتظر تو بودم. چرا نمیای تو؟ میام، تو برو بخواب. به خودو بیرون میشه. عمه نیومده؟ نه هنوز نیومده. گفت عمل دارم دیر میام.
نمیخوای بگی چرا اینقدر ناراحتی؟ بهت بگم که تو رو ناراحت کنه. به خود تو همینجاش من نمیتونم از شرمندگی در بیام. مهدی، تو این روزایی که من باید بیشتر با تو باشم یا نیستم، یه وقتی هم هستم با تو نیستم. تو خدا مهدی اینجوری حرف نزن. همین که از ناراحتیات هیچی به من نمیگی منو بیشتر اذیت میکنه. میگم ولی الان نه، زود حداقل به سرانجام برسونمشون. بعد در مورد کارگاهه؟ نه، میخوام هم محمدو پیداش کنم برش گردونم خونه. شاید با بزرگ از این حال احوال بیاد بیرون. خب این که خیلی خوبه، تو این اوضاع تو رو از فکر خونه و کارگاه هم در میاره. آره خوبه، ولی مشکل بابا من به با بزرگ اضافه شده. یعنی چی؟ بابا من میخواد تو پیدا کردن اما حمید با من بیاد. خب بیاد. بیاد. من الان نمیدونم اما حمید چه اوضاع احوالی داره. بابا هنوز هیچی نشده، به هم ریخته. چرا؟ مگه چیزی شنیدی؟ آره یکی از دوستای قدیم اما حمید جلو بابا برگشت گفت اما حمید همون موقع کل پولی رو که بابا بزرگ به عنوان ارث بهش داده بود از دست داده. او به جهنم. من گفتم ببین چی شده. خودم واسه پول که قصه نمیخوره. خدا کنه تنش سالم باشه. واسه همین اینطوری ریختی به هم؟ چند وقت طرف هر چی میرم خراب از اون در میام. کارگاه رو دو دفعه معامله کردم، هیچی به هیچ. اصلا ارزی فروختن یک کارگاه هم ندارم. خودتو اذیت نکن مهدی، اینقدرم فکر و خیال نکن. همه چی درست میشه. فکر و خیال آدم از پا در میاره. مگه میشه فکر و خیال نکنم؟ آره میشه. بسپر به خدا. یادت وقتی میخواستیم بچه داشتیم گفتم برم دکتر تحت نظر باشم بچه اول اون پسر بشه بهم چی گفتی؟ گفتی نه، همونیو میخوام که خدا باید بهمون بده. گفتی یعنی من از خدا بیشتر میدونم که بخوام تو کارش دخالت کنم. همون روز من اینقدر از حرفم خجالت کشیدم. پرستو کارگو که مال من نبود، من نباید اینقدر سهل انگاری میکردم. کدوم سهل انگاری؟ مطمئن باش همه قبل از اینکه فکر کارگاه و کار باشیم به فکر خودت هستی. خدا خودش گفته بعد از هر سختی گشایشی هست. خودت 10 بار این آیه رو برام خوندی. اگه تو زندگی مشکل نباشه که اصلا زندگی خیلی بیمزه میشه. خیلی. خب وقتی اینو میدونی چرا خودت اذیت میکنی؟ پری روز وقتی با بزرگ و خسته و داغون دیدم خیلی به هم ریختم. پیش خودم گفتم مهدی کجایی؟ چرا اینقدر دیر به فکرشون افتادی؟ خب پس ببین، این تعطیل شدن کارگاه هم بی حساب کتاب نبود. همه ای اتفاقات برای این بود که ما بیایم اینجا ببینیم اینا چقدر تنها. حالا فکر کن اگه کارگاه تعطیل نمیشد و خونمون فروش نمیرفت، ما بیخبر از همه جا زندگیمونو میکردیم، خونمونو میخریدیم، مسافرت میرفتیم، ماشین میخریدیم. بعدن یه دفعه بهمون خبر میدادن که بابا بزرگتو از دست دادی. اینطوری که خیلی بدتر بود. من فکر میکنم هر اتفاق بدی اگه اینطوری بهش نگاه کنیم کلی چیزای خوب توش پیدا میکنیم. خب من یه کاری رو شروع کردم که شاید تهش خوب نباشه. یعنی چی؟ یعنی شاید نتونم امو حمیدو پیدا کنم، یا اگرم پیداش کنم. مهدی اینقدر امو اگر نیار. تو وظیفت اینه که به مادر بزرگ و پدر بزرگت کمک کنی. پس به وظیفت عمل کن، به هیچی هم فکر نکن. به قول خودت تو کار خدا نمیخواد دخالت کنی. نمازتو خوندی؟ آره، موقع از اون رفتم مسجد. پس بلند شو بریم توی دوتا چایی بریزم با هم بخوریم. خیلی وقت با هم دیگه حرف نزدیم. Thank you.
یکی هم نستش داد. بفرم. سلام. 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 دست شما درد نکن. تمومه؟ تمومه، بله. ممنونم. با اجازه. خوبی؟ چرا دماغی؟ شکیل الان زنگ زد. گفت یارو جنسه رو فرستاده. واسه چی؟ واسه چی نداره فرهاد؟ دو هفته یارو پاپیچش شده بوده. گفته دیگه نمیتونم جنسه رو اینجا نگه دارم. من که بهت گفته بودم. فوقش دو روزه برسه بنده. بعدش هم باید بیارمش تهران. کجا نمیدونم. فعلا یه چند روز تو همون بندر نگرشون دار. اونجا نمیشه. بهت که گفتم شهر کوچیکه، پر جاسوس و آدم فروشه. اینقدر لفتش دادی که کار از کار گذشت. حالا باید چیکار کنیم؟ از من میپرسی؟ بهت گفتم پولتو از این یارو فرهمند بگیر. این انبار شهریه رو رهن کن. گوش ندادی. گفتم مرتی که میگه هنوز پول دستم نرسیده. ببین فرهاد، تو همه دار و ندارت گذاشتی واسه این بار. اگه گیر مامورا بیفته به خاک سیاه میشینی ها، هم خودت هم من. پس یه فکری بکن. بفرست بره گاراژ ادیب. اونجا که تازه پلمپشو باز کردن. شنیدم ادیبم کلی جریمش کردن. چشمش ترسیده. فکر نمیکنم قبول کنه. بعدشم اونجا تابلو شده. مامورا را به روی سر میزنن. چاره دیگه ای نداریم. جای دیگه ای نیست. بیاریمشون همینجا؟ نه بابا. اصلا حرفش هم نزن. راه بدی نیستا. همه رو یه مدت بفرست مرخصی. جنسا رو میارم اینجا. میریزیمشون روی اتاقا. حرفایی میزنی یا جلال؟ بگم واسه چی برن مرخصی؟ اگه بگی حقوقتون رو بهتون میدن دیگه نمیپرسن واسه چی بریم. تو این شرکت از جلیلی گرفته تا بقیه چشم دیدن من رو ندارن. همه هم سرشون تو کاره. موضوع رو بفهمن عقده‌شون رو سر من خالی میکنن. همون بفرست بره گاراژ ادیب. از من گفتم. گوشتو داری میفرستی جلو دماغ گربه ها. این فرهمند نامرد اگه گذاشته بود یه ماه بارمون رو بفرستیم اونجا همه مشکلات حل شده بود. بهش گفتی؟ آره بابا. هیچ جور زیر بار نرفت. هی دوست داشتم یه نیشی من به این میزدم. 200 میلیون پول منو گرفته داره به ریش من میخنده. حماقت کردم قولنامه دستی نوشتم. اگه رفته بودم بونگا دمار روزگارش در میآوردم. رضایت نمیدادم ملکشو بفروشه. اسیرش میکردم بفهمه دنیا دستی کیه. خب اونم میرفت چکاتو برگشت میزد و جلبتو میگرفت. باشه. یه مدت خودم گنگور میکردم که نه به پولش برسه نه بتونه ملکشو بفروشه. با قولنامه دستی هم میتونی شکایت کنی. قولنامه است. قولنامه دستی نه کد رهگیری داره نه جایی ثبت میشه. میتونه بره هر بونگا یا محضر دیگه ملکشو معامله کنه. منم خبردار نمیشم. اگه خیلی ازش شاکی هستی یه جوری میتونی حالشو بگیری. بذار ملکشو بفروشه. کاری هم به کارش نداشته باش. فقط به یه بهونه این قولنامه دستیه رو بهش برنگرد. وقتی مطمئن شدی ملکشو فروخته، اون وقت قولنامه دستیه رو وردار برو ازش شکایت کن. بگو 200 میلیون گرفته با من قولنامه کرده، بعد برده به یکی دیگه فروخته. این میشه کلاهبرداری. فروش مال غیر. نمیشه. من 200 میلیونمو الان لازم دارم. باید ازش پس بگیرم. وقتی هم پس بگیرم یعنی رضایت دادم که بره ملکشو بفروشه. آره راست میگی. اینو دیگه نمیشه کارش کرد. اینکه حال فرهمندو بگیری انقدر ارزش نداره که بارد لو بره و بدبخت بشی. پولو پس بگی تا این به انبار شهری را از دستمون نرفته. یارو دیروز زنگ زد گفت اگه نمیخوای یکی پاش خوابیده ها. پس جنس رسید بفرستیم پیش ادیب. حالا مگه نمیگی 2 روز طول میکشه برسه بندر عباس؟ چرا؟ خیلی خوب. شاید تو این 2 روز فرهمند پول اونو داد. رفتیم انبار شهری را گرفتیم. خیلی خوب. کاری نداری؟ یه راهی داره. چی؟ اینکه فرهمند رو گیر بندازی.
گفتم واسه جنسا یه فکری کردی. یه کاری کن پولو بریزه حسابت. که چی بشه؟ ها؟ چه کاری ازش نگیر که مجبور بشی خودت وصول کنی یا بهش رسید بدی. شماره حسابتو بده بریزه به حسابت. سند دستش نده. پولو بریزه به حساب، بانک بهش فیش میده. فیش هم خودش سند آقای نابغه. آره. ولی اون وقت تو میتونی مدعی بشی بدون اطلاعت پولو ریخته حسابت. میبینی؟ میبینی معظم چقدر خوب کار میکنه؟ این تنها راه گیر انداختن فرهمنده. آقا فرهاد، خدافظ.